چهار پهپاد جدید ساخته شده به دست متخصصان شرکت‌های دانش‌بنیان کشورمان در دومین روز برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه فناوری‌های مرتبط با پهپاد رونمایی شد. این پهپادا در دو کلاس مختلف طراحی شدند. کلاس اول بحث کنترل محیطی هستش با دوربین حرارتی و دوربین روز. این پهپاد دوزیست هستش که قابلیت پرواز عمودی و تغییر به حالت فیکسینگ داره. دوربین هم عکاسی داره و هم دوربین پایشی برای کارهای محیطی. این اولین پهپاد سمپاش کودپاش یا به نوعی مایه پاش جامد پاش با یک مخزن هستش. شرکت های خدمات کشاورزی و همطور شرکت هایی که وابسته به صنعت شیلات هستن برای غذادهی به ماهیان، خصوصا ماهیانی که به طور پرورش در قفس تو آبهای آزاد هستن، میتونه از این پرنده استفاده بکنه. در این مراسم همچنین از یک اپلیکیشن که در زمینه ارائه خدمات پهپادی فعالیت میکند رونمایی شد. در اصل یک مارکت پهپادی هست واسه کسب و کارهایی که این چند سال توی فضای رباتیکی و پهپادی کشور داشتن فعالیت میکردن. همکنون 225 شرکت دانش‌بنیان در حوزه‌های آموزش، تولید، تعمیر، فروش و صادرات پهپاد و خدمات وابسته به آن در ایران فعالیت میکنند. ما تو حوزه‌های مختلف الان با تونوژهای مختلفی که میتونن پهپادها داشته باشن، با مداومت پروازی‌های مختلف، بالاخره یک توانمندی فوق‌العاده ایجاد شده و این جزء اون حوزه‌های نوآوریه. این بخش به واسطه نوآوریه که توسعه پیدا میکنه. همین الان شرکت‌های کوچک نقشه بردار مشتری‌های ما هستن. ضمن اینکه الان شرکت‌های دولتی مثل نفت هم اومدن برای تشخیص ترکیدگی لوله‌های نفت و بحث نقشه برداری در نفت الان مورد کاربرد هست و متقاضی هستن. ما تونستیم که نیازهای صنایع دولتی و خصوصی رو به صورت تخصصی متوجه بشیم و بتونیم برای اون راهکار ارائه بدیم. صندوق نوآوری شکوفایی هم امکاناتش رو در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و همینطور خریداران این تجهیزات قرار داده، به طوری که ما الان تحصیلات نمونه سازی رو داریم، تحصیل 4% نمونه سازی، بحث ضمانت‌نامه‌های بانکی برای تضمین کیفیت محصولاتی که تحویل داده میشه و همینطور تحصیلات بسیار خوب 9% لیزینگ. ظرف دو روز برگزاری این رویداد که با حضور 50 شرکت دانش‌بنیان فعال در زمینه پهپاد برگزار شد، 10 میلیارد تومان قرارداد و تفاهم نامه در زمینه توسعه خدمات پهپادی امضا شد.